حساب‌هایی هستند که فاقد شماره هستند، چه شماره ملی چه شناسه ملی، حساب‌هایی که متعلق به اشخاص حقیقی است. کارخونه تازه جایزه میده، زیر قیمت بازارم بهت میده، فقط ازش بخری. الان تازه شلو کباب میدیم اگه بیان سیمانو ببرن. زرم خیلی بده که ما وقتی میتونیم با یه لحن خوب، وقتی میتونیم با جملات حالا قشنگ یکی رو قانع بکنیم، چرا فوش بدیم؟ چرا حرف بد بزنیم؟ چطور امکان داری انسانی رو در اینی که تهدید میکنید به حبس، تهدید میکنید به دیه 300 میلیونی و همینطور محاکم قضایی، چطور انتظار دارید این آدم آزادانه تصمیم بگیره؟ به نام خدای وفادار، به عهد ایرانیان سلام. عصر 22 روز از مرداد ماه شما به خیر. ممنونم که با خبرنگاران جوان رو تماشا میکنید. آمارهای عجیب از حسابهای غریب. اونطور که عنوان شده 38 میلیون حساب بینام و نشان بین شبکه بانکی در گردشه. 38 میلیون راه باز برای فساد مالی. آماری تکان دهنده از افتتاح حساب‌های مشکلدار در نظام بانکی. 38 میلیون حسابی بود که با این شماره شناسه و مدارک با افتتاح کنندگان حساب و کد ملی تطبیق داده نشده. در سالها و دهه های گذشته نظام بانکی شاهد چندین اختلاس و فساد بزرگ بانکی بوده که با گذشت سالها از وقوع اونها هنوز پس لرزه های اون اقتصاد کشور رو تکون میده. فسادهای مالی از رقم 123 میلیارد تومان فاضل خداداد در سال 84 گرفته تا اختلاس 3000 میلیاردی سال 90. حالا اگه فکری به حال این حساب ها نشه، ممکنه دوباره با فسادهای مالی جدیدی مواجه بشیم. ما در کشور در حدود 410 میلیون حساب داریم برای اشخاص حقیقی و حقوقی. حدود 38 میلیون حساب، اینها حساب‌هایی هستند که فاقد شماره هستند، چه شماره ملی چه شناسه ملی، حساب‌هایی که متعلق به اشخاص حقیقی است و فاقد شماره ملی است و این حساب همچنان فعاله، حدود 480 هزار حساب هست. اما اونچه که واضحه اینه که حساب‌های نامعلوم، جعلی یا تقلبی، برای اقداماتی خلاف گشایش می‌یابند. امکان داره که تبعات اقتصادی چه در ابعاد داخلی چه در ابعاد بین‌المللی برای کشور در پی داشته باشه. مقاصدی مثل اختلاس یا پولشویی و موارد مشابه استفاده بکنن در هر دو حساب، چه دارای شماره باشه چه فاقد شماره باشه، هست. اگرچه این پتانسیل در حساب‌هایی که فاقد شماره هست بیشتر میشه. اما حدود یک ماه پیش قاسم جعفری، نماینده مردم بجنورد، این خبر را افشا کرد که حدود 30 میلیون حساب بانکی در کشور با کد ملی نامعتبر افتتاح شده. توی مطبوعات و رسانه‌ها خبرش پیچید. امکان داره در بعضی از بانک‌ها زمانی که مشتری مراجعه میکنه، حالا متصدی بانکی، فرض کنید که 10 تا 1 در اون فیلد مربوط وارد بکنه، کن داره در بین اینا هم یه تعداد باشه، ولی این که این تعداد 30 میلیون هست مورد تایید ما نیست. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم مسئولین این ساختمون آیا فکری به حال این 38 میلیون حساب مشکلدار میکنن. با تصویب یک قانون تو مجلس، احتمالاً بعد از این متخصصینی که سهواً دچار خطا بشن لازم نیست عمرشون رو پشت میله‌های زندون بگذرونن، اما به جاش باید از مهارتشون کار بکشن. حبس چه یک روز باشد، چه مهر ابد خورده باشد. تلخی طعمش آنقدر هست که شیرینی امید را گس می کند و یا داغی می شود بر پیشانی اعتبار که شاید تنها نتیجه یک خطا باشد. برخی از شاغلین به حرف پزشکی به لحاظ این که با محکومیت حبس مواجه شدن، درخواست اصلاح این ماده رو کرده بودن. دغدغه‌ای که توانست التفات قانون را جلب کند. اما در هر صنفی که باشید یا ردای هر حرفه‌ای را که برتن کرده اید، ممکن الخطا بودن انسان قرعه ایست که میتواند به نام هر کسی بیفتد. پس طبیعتاً منحصراً بحث پزشکی نیست، حرف دیگر هم مطرح هست. حالا انگار حدیث روزهای حبس قانون را تکانی داده و نمایندگان مردم را پیگیر تغییر.
و طرحی که ابتدا برای پزشکان نوشته شده بود حالا روی صندلی اصلاح نشسته. لذا تو کمیسیون دارن طرح و اصلاحش میکنن و تعمیمش میدن به اونایی که کارهای عامل منفعه انجام بدن. دستگاه قضا هم برای اجرایی کردن این قانون حالت آماده باش دارن. ارشاد شدن قضات به استفاده از مجازات های جایگزین شاید نیازی نباشه که ما یک قشر خاصی رو از شمول قانون مجازات خارج بکنیم. با تمام این احوال ترازوی عدالت به اندازه کافی سنگ محک دارد که میزان رأی سلیقه نباشد و حرف و حدیث نگرانی ها را کم کند. در چنین مواردی نباید خیلی دست قضات رو ببندیم، چون قاضی در صدور و حکم به تمام این جهات و اوضاع و احوال پرونده توجه میکنه و مجازاتی رو میده که هم متناسب با شخصیت متهم باشه، هم متناسب با نوع جرم باشه و هم به طریقی باشه که جبران ضرر و زیان دیده بشه. با تصویب این قانون این امید برای متخصصین کشورمون هست که در صورت اشتباهی غیر عمد تجربه روزهای زندان رو نداشته باشند. سیمان با یه پرس اضافه. یه زمانی برای خرید سیمان باید توی صف می‌ایستادید، اما این روزها کسادی بازار فروش سیمان باعث شده تا فروشنده‌ها خریدار رو یه ناهارم مهمون کنند. سیمان رو یادتون میاد چه بازار گرمی داشت؟ انقدر بازارش داغ بود که مردم حواله به دست تو صف وای میسادن تا بلکه چند تا کیسه سیمانی گیرشون بیاد و برن سر ساختمون سازیشون. سند خونه میوردن با التماس مر میزدیم 10 تا پاکت بهش میدادیم. زمانی که سیمان میومد اینجا ما باید میرفتیم کپی میگرفتیم. آقا شما جواز داری؟ کپی تو من میگرفتم. بعد اینکه کپی میگرفتم رو حرف کپی اونا سیمان میومد تو این گوشت قربونی. 200 سیمان و 20 تا 20 تا میکرد به مردم. اون زمانم پول نقد بود، جواز می آورد طرف، ما اینجا مهر می زدیم پولشو ازش می گرفتیم، تو نوبت می ذاشتیم هر سری مثلا 50 تا یا نسبت به کارش دیگه اون سیمانو بهش تحویل میدیم. اما الان دیگه وضعیت عوض شده و ورق برگشته. الان شما ماشینتو بیار تو چند تا میخوای؟ 100 تا 200 تا 50 تا 10 تا ماشین من برات بریزم. هر موقع صورت به من بدی 1 ساعت بعد برات سیمان سر ساختمونت هر جای ایران بخوای برات خریدم. همین راحت. همین راحت. الان انقدر سیمان زیاد شده که هر تعدادی بخواد هست که ما بخوایم بهش بدیم. حالا این اتفاق دو دیدگاه داره، از طرفی خودکفایی و صادرات، ولی از طرفی رکود در ساخت و ساز و بیکار شدن چندین شغل که در زمینه ساخت و سازه. مونده رو دستم مونده، ساخت و ساز نیست. 1200 شغل مختلف از ساخت و ساز دارن نون میخورن. من مسئله فروش، وانتی، مسئله دهنده، همه داریم از ساخت و ساز نون میخورن. شرکت‌های تولید سیمان هم خیلی زیاد شدن. خیلی ها برای فروش سیمان هم ترفندها و جوایز جالبی گذاشته بودن. کارخونه تازه جایزه میده، زیر قیمت بازارم بهت میده، فقط ازش بخری. الان تازه یه شلو کباب میدیم اگه بیان سیمانو ببرن. مثل اینکه روزهایی که مشتری‌ها دنبال سیمان میگشتن و ساعت‌ها تو صف وای میسادن دیگه گذشته. حالا انگار اینکه تولید کننده ها هستن که دنبال مشتری میگردن. پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران، این خبر رو رئیس کانون سردفتران و دفتریاران داده و این رو هم گفته که با این کار مسیر سرمایه گذاری در ایران هموارتر میشه. یکی از راه‌های پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران الکترونیکی شدن سیستم ثبت اسناده. اما آیا ایران در این زمینه موفق بوده؟ با تکمیل شدن چرخه ثبت الکترونیک اسناد که حذف دفاتر جاری در دفاتر اسناد رسمی باشه، با توجه به اینکه استان زنجان و 8 دفتر رو در تهران پایلوت کردیم، در نیمه دوم سال به صورت 100% اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیک صادر میشه. تمام مقدمات فراهم شده، یک اشکال شکلی گرفتن به چگونگی اداره دفاتر اسناد رسمی که مانعم رو رفع بکنن تا پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران به زودی انجام بشه. اما پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران دارای چه مزیت‌هاییه؟ اسنادی که در 87 کشور عضو باشه مورد پذیرش قرار میگیره، دیگه لازم نیست که کسی تایید بکنه این سندها رو. تسهیل میکنه در سرمایه گذاری خارجی در کشور ما. شرکت‌های خارجی که بخوان بیان در ایران سرمایه گذاری کنن، بحث قرارداداشون و ثبت سند رسمی در ایران براشون بسیار مهمه که اگر مورد تایید اتحادیه جهانی سردفتران باشه، اینا با خیال راحت میتونن در ایران سرمایه گذاری بکنن.
بی اخلاقی و توهین به چهره ها در فضای مجازی زیر ذره‌بین پلیس فتا. بارها شده وقتی به صفحات شخصی هنرمندان، چهره ها، ورزشکاران و حتی مسئولین سر می زدیم، به رفتارهایی برخوردیم که با دیدنشون حسابی حیرت زده شدیم، مثل ناسزاگویی زیر پست ها. اینکه آدم بخواد فوش بده این کلا یه کار اشتباهه، ولی خب نقد کردن خوبه. متنای درست نه اینکه بی احترامی باشه، در کل بی احترامی اثر معکوس میذاره، خوب نیست. این مسئله فقط مشکل چهره ها و شخصیت ها نیست. گاهی اوقات هم کاربرای عادی پستایی میذارن که شاید بد و خوبش نظر شخصیشون باشه، ولی بقیه با کامنت های توهین‌آمیز صاحب اون پست رو حتی مجبور به پاک کردن اون میکنن. من کامنت ها رو پاک کردم، بعد خصوصی بهش اون کسایی که این کارو کردن گفتم آخه چرا؟ بعضیا هم یه باور غلط واسه شون جا افتاده که همین شروع اینجور مشکلات تو فضای مجازی میشه. پروفایل خودشه، دوست داره تو اینستاگرامش هر چی که دوست داره بذاره. چند تا از هنرمندا و ورزشکارا هم اونقدر با نوع پستا و نظراتشون چالش داشتن که مجبور شدن کل صفحهشون رو از ریشه بزنن. البته ناگفته نمونه، بعضی از این چهره‌ها خودشون یه جورایی باعث موج ناسزاگویی تو فضای اجتماعی میشن و سنگی تو چاه میندازن که بیرون آوردن کار هر کسی نیست. چوبش رو هم باید یه عده دیگه بخورن. یه از خدا بیخبری هم پیدا شد و شروع کرد خیلی الفاظ بد و رکیکی به کار برد. حالا در مورد من پوستم کلفته. در مورد همسرم و پسرم بعدشم ببنده. بله همه رو تعطیل کرد. بدنساز معروفمون براش مشکلی پیش اومد، یه سری شایعه براش درست کردن، خب برای خودش و خانواده‌اش خیلی بد شد، خیلی ناراحت شدن. بازیگر قصه های مجیدم انگار از قصه گویی و بدگویی طرفدارای صفحش خیلی شاکی بود. به نظرم خیلی بده که ما وقتی میتونیم با یه لحن خوب، وقتی میتونیم با جملات حالا قشنگ یکی رو قانع بکنیم، چرا فوش بدیم، چرا حرف بد بزنیم؟ حالا اگه تو فضای مجازی شخصی به شخص دیگه ای توهین کنه، آیا قابل پیگرد هست و قانونی هم براش تعریف شده؟ میتونه شکایت کنه و در واقع از طریق قوه قضاییه پیگیری کنه در واقع شکایتشو از کسی که در واقع چنین توهینی بهش کرد. کارگروه های مطالعاتی اینجا تشکیل شده در معاونت پیشگیری قوه و نتایج کارا رو داریم به همراه نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های امنیتی انشالله داریم عملیاتی میکنیم که جلوی بسیاری از جرایمو بگیره. پس با این اوصاف کسایی که تو شبکه‌های اجتماعی مدام در حال توهین کردن و ناسزا گفتن هستن، حواسشون باشه که هم چشم پلیس فتا روشونه، هم قوه قضاییه. اجرای طرح کیفی سازی نان در مازندران، طرحی که قراره تنور پخت نان سالم در اون داغ باشه. البته اقدامات دیگه‌ای هم برای گرم بودن این تنور لازمه که در گزارش بعدی با هم می‌بینیم. نان روی پیشخوان کیفیت، موضوعی که این روزها توی مازندران سر زبون هاست. تا قبل سال 89 قوت ما ایرانی‌ها در تنور بی‌کیفیتی می‌سوخت و دور ریخته می‌شد. اما با هدفمندی یارانه‌ها در بخش نان، مردم مصرفشون رو مدیریت کردند و ضایعات و دوریز نون کم شد. مازندران جزو استان‌هایی هست که ما خسارت آفت و بیماریمون در مزارعمون به شدت پایینه، یعنی کاهش داریم. همین کیفیت گندم ما رو در واقع میبره بالا. وقتی کیفیت گندم بالا باشه، پروتئین و گلوتنش بالا باشه، خاصیت نانواییش هم تا قطع یقین بالاست. توی کشور ما و استان ما خصوصا مشکل عمده‌ای که وجود داره، بذر هر کشاورزی با کشاورزی دیگه فرق میکنه. این متاسفانه از نظر ظاهر خوبه این گندما. آرد خوب باشه، خب خمیرگیر شاطر که از هیچ وقت کسی حاضر نیست که نون خودش خراب کنه. امشب خوردی نخوردی که برای صبح نمیتونی بخوری. اما این حرف شاطرها تا چه حدی منطقیه؟ ده 15 تا اسکا دارین کنترل میکنن گندم رو. نانوا بخواد بر هر شرایطی بهترینان میتونه تغییر بده. آرد خوب گندم خوب میخواد، برای همین ما مجبوریم که با صرف واقعا هزینه‌های هنگفت بیام گندمای وارداتی رو بیاریم بخریم که اختلاط بکنیم تا بتونیم یه آرد نرمالی تغییر مردم بدیم. مازندران امسال پایلوت کیفی سازی نان در سطح کشور شد تا شاید نون مرغوب رو مازندرانی‌ها روی سفره ببینند و بچشند. به همین خاطر ما سازمان فنی افیل قرارداد بستیم در سراسر استان برای آموزش نان و سقف نداره. خیلی تغییر کرد نسبت به گذشته، خیلی خوب شد. و در آخر هم رنگ نون رو ملاک قضاوت کیفیت خودمون قرار ندیم و هر نون سفیدی رو با کیفیت و هر نون تیره‌ای رو بی کیفیت تلقی نکنیم. باید ببینیم تا پایان این طرح کیفیت نان آیا افزایش پیدا خواهد کرد یا نه.
ساعت 17:14 است و شما همچنان بیننده با خبرنگاران جوان 22 مرداد ماه هستین. تو قدم بعدی میریم سراغ یک گزارش ورزشی. آماده شدن بلند قامتان والیبال ایران برای درخشش در جام جهانی ژاپن. جام جهانی والیبال که شهریور ماه در کشور ژاپن برگزار میشه، یکی از مسابقات مهم و انتخابی المپیک در جهانه و به همین دلیل والیبال کشورمون باید حضوری پرقدرت در این رقابت‌ها داشته باشه. دومین محک شاگردان کوهاش در سرزمین آفتاب تابان و اولین شانس کسب سهمیه المپیک. بعد از لیگ جهانی والیبال این بار بلندقامتان کشورمون دور هم جمع شدن تا در جام جهانی ژاپن همچون لیگ جهانی خوش بدرخشند. ما امیدواریم تمرینمون هم خیلی سخت و جدی پیگیری می‌کنیم که انشالله بتونیم با تمام توان ارزان بشیم. تمرینات با وزنه رو شروع کردیم، یواش یواش سنگین‌تر میشه. فعلا که صبح بعد از وزنه زره کار تکنیک داریم که انشالله بدن آماده تر شد به تو فاز کار گروهی. بدن بچه ها فعلا آماده نیست، ولی خب زمان خیلی خوبی داریم، یه زمان یک ماهه داریم حدوداً که میتونیم تمرین کنیم. انشالله با یه بدن سرحال انشالله بچه ها با یه روحیه خوب وارد مسابقات میشن. اما بعد از کنار رفتن عجیب فرهاد ظریف و بازگشت دوباره او به تیم ملی، کوهاش ضمن اعلام طبیعی بودن حاشیه‌های به وجود اومده در خصوص انتخاب بازیکنان تیم ملی، شایسته سالاری رو سر لوحه کار خودش دونست. سعی کردم که بهترین کسایی رو که برای تیم مفید هستن توی تیم داشته باشم. شاید کسای زیادی باشن که فکر کنن که میتونن توی جمع ما باشن، ولی من تصمیم گیرنده هستم و من انتخاب میکنم. من یه مربی خارجی هستم اینجا و ترجیح میدم که بهترینا رو در اختیار داشته باشم. اگر اشتباه کرده باشم شاید این یک اشتباه فنی باشه، چیز دیگه ترجیح دادن کسی بر کسی دیگه ای نبوده. یاران سعید معروف حالا لیگ جهانی رو فراموش کردن و تمام تمرکز خودشون رو به کار گرفتن تا برای اولین بار والیبال ایران تیم المپیکی شدن رو بچشه. ما امسال 100 درصد المپیک را پیدا میکنیم. تمام هدفمون تو این چند سال همین بوده. تنها تورنمنتی که ما شرکت توش نکردیم و تشنه این تورنمنت هستیم. کارمون خیلی سخته و شاید کم تا کس شانس رو به ما بده. البته قبل از اعزام به مسابقات جهانی تیم ملی والیبال پا به خاک لهستان میذاره تا در تورنمنت دوستانه واگنر شرکت کنه. امیدوارم که بازی واگنر تو لهستان و تدارکاتی که تو روسیه خواهیم داشت بتونه ما رو تو شرایط بازی قرار بده و مشکلی که همیشه تیم ایران داره توی بازی اول توی تورنمنت ها توی جام جهانی بهش بر نخوریم و از همون روز اول بتونیم بازیامون رو با برد شروع بکنیم. بازی های دوستانه خیلی خوبی قبل از جام جهانی هستش که توی لهستان قراره بازی کنیم. علاوه بر اونا هم با تیم هلند هم با تیم روسیه قبل از بازی جهانی بازی میکنیم که با 100% آمادگی توی بازی جهانی شرکت کنیم. بلندقامتان کشورمون برای نمایش دوباره اقتدار والیبال ایران از 16 شهریور در ژاپن دست به توپ میشن. سامانه پیامک ما به شماره 3023-94 به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرات، انتقادات و البته موضوعات خبری شماست. همینطور صفحات مختلف سایت ما به نشانی yjc.ir هم به صورت 24 ساعته با بروزرسانی خبرهای مختلف همراه است. اما حالا همکارمون خانم گودرزی اینجا هستند و از پیامک های شما و گلچینی از خبرهای ما بیشتر توضیح میدن. سلام بر شما خانم. سلام شما آقای مقامی و همه بینندگان عزیز. در رابطه با انفجار امروز در شهر ارومیه، دوستان ما در سرویس سیاسی گزارش رو تهیه کردن، همچنین در مورد شناسایی مظنونین این حادثه. در گروه فرهنگی همکاران ما مصاحبه جنجالی رو داشتن با محمد رضا گلزار، بازیگر سینما که خب بعد از چندین سال بالاخره سکوتشون رو شکستن. این گزارش همراه با فیلم و عکس هستش. از عصبانیت آمریکایی‌ها براتون میگیم در مورد یکی از سفرهای سردار قاسم سلیمانی. همچنین دوستان ما در گروه اقتصادی امروز سری زدن به بازار خودروهای پرفروش داخلی و وارداتی، این گزارش همراه با جدول هست. امشب همچنین یک بارش شهابی خواهیم داشت که جزئیاتش رو دوستان ما در گروه علمی بررسی کردن که روی سایت برای بینندگان عزیز قرار دادن. اگه بخوایم از پیامک ها بگیم، تاریخ دریافت کارت آزمون استخدامی آموزش پرورش که خب این روزها ما خیلی خبر در موردش داشتیم، یکی از پیامک هایی بود که بینندگان عزیز برامون فرستادن. تاریخ دریافت این کارت اعلام شده و دوستان ما در گروه علمی اون رو روی سایت قرار دادن همراه با جزئیاتش.
قطع شدن صدای مشاور سرطان یکی دیگه از پیامک هایی بود که بینندگان عزیز بر ما فرستادن، که خب بعد از یک ماه و نیم از گذشتن یک ماه و نیم از افتتاح این سامانه که خب در سوالات مختلف مردم رو در مورد بیماری سرطان پاسخ میداد قطع شده. بنده خودم این موضوع رو پیگیری کردم و ضمن اینکه دعوت میکنم این گزارش رو با هم ببینیم، از شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. شاید به زبون آوردن اسمش خیلی ساده باشه، یا شاید هم فکر کنیم هیچ وقت برای ما اتفاق نمیفته و فقط برای همسایه است، اما همین بیماری که اسمش رو ساده به زبون میاریم سالانه جون خیلی از مردم رو میگیره. خوردن غذای ناسالم، ورزش نکردن، استفاده از دخانیات و استرس و استراب باعث شده سرطان دیگه حتی سن و سال هم نشناسه. ما در کشور یه چیزی حدود 90,000 سرطان جدید در هر سال در کشور داریم. سرطان سومین عامل مرگ و میر در کشوره و در حال حاضر حدود 400,000 نفر در کشور دارن با سرطان زندگی میکنن. سالانه حدود 85,000 بیمار جدید هم به این تعداد اضافه میشه. سرطان در کشورهای غربی بسیار کنتر از کشور ماست و ما روند روبه رشد زیادتری داریم. میشه از حدود 50% سرطان ها پیشگیری و حتی اونها رو کنترل کرد. توی این سالها کارهای زیادی برای کنترل و حتی پیشگیری از سرطان توی کشور انجام شده. یکی از اونها راه اندازی صدای مشاور سرطانه. صدای مشاور سرطان بفرمایید. این دو سرطان تو عمل در کنار هم جزو سرطان. زمانی که حدود یک ماه پیش با هدف مشاورگی تلفنی در زمینه پیشگیری، تشخیص زودهنگام، ارجاع، حمایت و بازتوانی بیماران سرطانی با یک شماره 8 رقمی که اون هم متعلق به یک مرکز پزشکی دیگه بود، به طور موقت راه اندازی شد. به این امید که زودی مخابرات سامانه 5 رقمی رو در اختیار صدای مشاور سرطان قرار بده. حدود 3 ماه قبل از راه اندازی سامانه از مخابرات استان تهران تقاضای تلفن 5 شماره‌ای کردیم. 20 تا 15 تا 18 تا شماره جلوی ما گذاشتن و ما از این تعداد یک شماره رو برگزیدیم که به منطقه ما میخوره. تا این لحظه که با شما صحبت میکنم وصل نشد. حالا نه تنها اون سامانه 5 رقمی وصل نشده، بلکه اون شماره 8 رقمی هم که توی این یک ماه به بیش از 1,700 نفر مشاوره تلفنی داد هم دیگه پاسخگو نیست. از مخابرات استان تهران که پیگیری کردیم، توپ افتاد تو زمین بنیاد بیماری‌های خاص. درخواستشو فرستادن اداره فروش که اونجا شماره اونجاست بررسی بشه، دیگه خودش پیگیری نکرده، همجور مونده. یعنی خودش بعد از اداره فروش پیگیری بکنه. خب حالا باید چیکار کنن؟ باید اداره فروش باید شماره رو اعلام بکنه به منطقه که مثلا فلان شماره براش اوکیه، اونا دیگه اقدام بکنن منطقه. یعنی یه سری مراحل اداری داره که بعد خود مشترک مرحله به مرحلهشو پیگیری کنه. حالا با این پاسکاری مخابرات و بنیاد بیماری‌های خاص، به نظر میاد اگه مردم با پای خودشون برن آزمایش بدن یا حضوری مشاوره بشن، زودتر به نتیجه برسن. در قدم بعدی، نگرانی جراحان عمومی از امنیت شغلیشون باعث شده که همکارمون خانم دولتی به سراغ رئیس این انجمن بره. در خصوص امنیت شغلی جراحان عمومی بفرمایید، گویا نبود این امنیت باعث شده که ما شاهد باشیم توی بیمارستان‌ها وقتی یه بیمار ترومایی رو میارن، پزشکان به خاطر حالا دیه‌ای که باید بدن جرئت نمی‌کنن دست به بیماران بزنیم. بفرمایید این چالش راه حلش چیه؟ این مشکل جامعه پزشکی نیست. به ذرس قاطع عرض می‌کنم مشکل امر درمان هست. یعنی امر درمان به شدت به مخاطره افتاده به دلیل عدم اطمینانی که در زمینه حرفه‌ای در جراحا به وجود آمده. چطور امکان داره یه انسانی رو در اینی که تهدید میکنید به حبس، تهدید میکنید به دیه 300 میلیونی و همینطور محاکم قضایی، چطور انتظار دارید این آدم آزادانه تصمیم بگیره؟ خیلی مشکله. الان بیماران صعب العلاج یا با ریسک بالا دقیقاً و با صراحت عرض میکنم که سرگردان هستند. لنز عکاس باشگاه خبرنگاران این بار در مزرعه.
از اینکه بیننده با خبرنگاران جوان 22 مرداد ماه بودین از شما سپاسگزاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.